سال اولی که وارد دانشکده تئاتر شدم، یکی از تهیه کننده های رادیو که توی دانشگاه سال بالایی ما بود، یه سال جلوتر بود، اون گفت تو صدات خوبه، اینا بیا رادیو برنامه جوانان. یعنی هنرپیشه‌های حرفه‌ای رادیو کار نمی‌کردن توش، هم بچه مثل ما کار می‌کردن. ما رفتیم اونجا، شروع کردم کارو و بعد یواش یواش تا اولین کاری که به عنوان کارگردان کار کردم، درست یه سال قبل از انقلاب، ارزش آرتور میلر بود که به عنوان کارگردان و بازیگر یکی از نقش‌ها بودم، که باز مرحوم رامین فرزاد، مرحوم علی اصغر عسگریان و مرحوم تاجی احمدی، چهار تا بازیگر داشت. اون سه تا از دست رفتن، فقط من گردن شکسته باقی موندم. خلاصه اولین کار کارگردانی در رادیو بود. بعد هایتی بود، راجب انقلاب هایتی و این حرفا بود. یکی از کارهایی که خیلی دوست دارم تو رادیو به عنوان بازیگر بودم، پیرمرد و دریا بود. نقش سانتیاگو رو بازی کردم. صدرالدین شجره کارگردانش بود. و بعد یه کار دیگه هم بود، موشا و آدم ها. اونم کارگردانی کردم. اونم کار خیلی موفقی بود تو رادیو. دو هفته تمرین کردیم. الان دو روز تمرین. دو روز معلومه چی میشه؟ دو روز یعنی هیچی. یعنی الکی. یعنی نابود کردن اندیشه، فکر. و این دو روز هم بودجش نیست که پرداخت بشه به بازیگر. معلومه دیگه. چه درون میشه؟ کمرم شکست، خسته شدم. دارم و به هم میزنی پدی. چرا نمیدی یه گوشه کلتو بزنی ببینی؟ تو فقط میتونی حرف بزنی و زهر بزنی. بریم با پیری. این دیگه مثل روز روشه. اینجا رو واسه من ساختم. اینجا باب تاپ منه. حالیته؟ بفرما بفرما. یارو مهندس باز داره سوت میزنه، واسه همون شاخشونه میکشه، فرق میکنه داریم سرکله هم بالا میدیم. خدا ذلیلش کنه. حالا بچه ها برو که بریم، برو که بریم. این کوره بازم خوراک میخواد، زغال سنگ میخواد، یه وعده مهمونش کنم، شیکمشو پرش کنیم، بریزیم. یالا بچه ها شما کنید. یک کار بود، کارگردانش هوشنگ انصاری‌فر بود، تو تلویزیون ضبطش کردیم سال 45 به اسم کودکی در دل زمان. تازه تلویزیون تأسیس شده بود، درست سال 45 تو همون ساختمون پخش، فقط اونجا بود دیگه، جای 13 طبقه اینا ساخته نشده بود، فقط اونجا بودش که یه اتاق اخبار بود، یه جا تئاتر رو ضبط میکردن و برنامه های دیگه، برنامه خانواده بود، این چیزا بود. اولین کار تلویزیونیم اون بود به عنوان تئاتر، کودکی در دل زمان. من باید یادم میاد بعد عروس بود، کارگردانش خسرو شجاع‌زاده بود، تلویزیونی بود اونم، نمورد دیگه قبل از انقلابه. بعد تناب بود، تله بود، سال 52 کارگردانش محمد علی جعفری بود. بعد آنا کریستی بود، مال یوجین اونیل، کارگردانش عباس یوسفیانی بود. روغن نهنگ بود از یوجین اونیل، کارگردانش سعید نیکپور بود. و دیگه
مال کرم رضایی درنمت نویسندشه، فیزیکدان ها اجرای صحنه داشته، اجرای تلویزیونی هم داشت بعد از 10-12 سال که بعضی از بازیگراش حتی عوض شده بودن. مثلا روی اجرای صحنه‌اش خود مرحوم کرم رضایی بازی میکرد، ولی تلویزیونیش دیگه جون اونچنین نداشت که بازی بکنه، هنرپیشه عوض کرد. بعد خسرو شکیبایی بود تو اون کار، مرحوم جمیله شیخی، مرحوم رضا کرم رضایی، یعنی میگم هممون دیگه اینجوری شده دیگه بعضم دیگه. خلاصه دوست من احتیاج شدیدی به استراحت داشتم و این نعمت رو مدیون شما هستم. خارمونی کاپ برید، من میمونم دیگه، هرگز نمیخوام شما رو ببینم. شما به من احتیاج دارید، غیر از من دیگه هیچ کس تو این دنیا ندارین. خب چطور ممکنه آدم یه خواهر پرستار رو خفه کنه؟ شما هم که خودتون یه خواهر پرستار رو خفه کردین. بهترین راه برای بریدن از گذشته اینه که آدم خودش رو به دیوانگی بزنه، به خصوص که تو دیوونه خونم اقامت داشته باشه. ابدا خانم روزه، ابدا. موبیوس تحسین آمیز ما در همین ویلا میمونه، قول شرف. ولی شوهرت که من هستم دیگه. نه، ما با هم متارکه کردیم. شما بیمارید، سلیمان واقعیت نداره، او هرگز بر من ظاهر نشده. شما دروغ میگی. یکم کار جان گابریل بورک، جان گابریل بورکمن بود که کارگردانش حسن فتیه و یکی از همبازیام مرحوم هما روستا بود. بعد آقای پرویز پورحسینی هم توش بازی میکرد، خانم شهلا میربختیار هم بازی میکرد. رسالت من به من کمک کرد تا تحملش کنم. من باید همه منابع قدرت رو در کشور به دست میگرفتم. زندگی من چی؟ تقصیر خودت بود الا. چطور میتونی اینو بگی؟ من یقین دارم که میدونه. خدای من، بس چرا میره اونجا به خونه اون مرد؟ لابد پسرم ماجرا رو مثل من نمیبینه. همین الان توی خونه علم چنگه‌ای به پا بود پیش از اینکه بیام بیرون. به خاطر چی؟ خانواده‌ام از من نفرت دارن. تو پیانو میزنی که دیگران شامشون رو بخورن؟ خب نوازنده دیگه هم اونجا هست. تنها چیزی رو که میتونم به یاد بیارم اینه که وقتی در تنهایی و سکوت با نقشه هام کلنجار میرفتم، با رویای شرکت های بزرگ، احساس مردی رو داشتم که میخواد در آسمان پرواز کنه. ببر گرازدندان که مترجمش پرویز ممنون، اسم نویسنده یادم رفته الان، کار آلمانیه، راجب این صحبته که دارن یک چیزی رو اختراع میکنه بشر که همون جون خودش رو میگیره. یه قصه در واقع اعلان خطر برای ترک تازی های انسانه. خیلی کار زیبایی هم نوشته استش اینا. اونو تلویزیون ضبط کردیم، کارگردانش هادی مرزبان بود. ببر گراز دندان. ببر چی؟ ببر گراز دندان، یک حیوان ما قبل تاریخی که هزاران هزار سال پیش نسلش از بین رفت. ولی من نمیفهمم این مثل چرا چی به آدم داره؟ خب حال برای اینکه آدمم یک نوع ببر گرازدندانه. اگه دلتون میخواد من فردا حاضرم بیام با شما قدم بزنم، موافقین؟ یعنی
یعنی شما نمیدونید که اینجا میدان مبارزه احمقانه دو نفر شده؟ سایه ها دراز و درازتر میشن و به پیر مردا جوراب گرم میدن. اما خب آدم خوشحال میشه وقتی که میبیند هنوزم براش اعتبار باهله. همینطوره. از سریال هایی که دوست دارم و بازیشون کردم، اولین کاری که انجام دادم آتش بدون دود بود، مال آقای نادر ابراهیمی زنده یاد. اون هر حال هم اولین کار مجموعه این بود، همین که برای یا نویسنده توانایی پشتش بود که کارگردان کارم بود و اغلب بازیگرها بودن، فیلم بردارای خوبی داشت، همه اینا. مثلا مرحوم عظیم جوان روح بود، مهرداد فخیمی بود، بعد دستیاراش کیومرث پور احمد بود، دستیار نادر ابراهیمی بود و یکی دوتا دستیار دیگه که الان اسمشون یادم رفت که اونا خودشون فیلمسازای خوبی شدن. کار خوبی بود به هر حال در مجموع. و بعد ولایت عشق رو خیلی دوست داشتم، کار مهدی فخیم‌زاده که نقشم هم خیلی دوست داشتم. حدود 3 سال فیلم برداریش طول کشید و من هنوزم که میبینم اینم کار با ارزشیه، خیلی دوستش دارم. من افکارم مخشوش است و نمیتوانم فکر کنم. رمز پیروزی هر فرمانده آن است که جماعت را از فتح و ظفر خیش مطمئن سازد. من احساسات و عواطف شما را خوب میشناسم. این مرگ هارون نیست که شما را پریشان ساخت. مگر این همون چیزی نبود که تو میخواستی؟ چرا؟ اما نه به این زودی. فرصت میخواستم تا سپاه مجهزی آماده سازم. تو رعیت با وفایی هستی، پاداش این عملت نزد ما محفوظ خواهد بود. برو و برسن. عطر گل یاس و آوای فاخته جفتش مال نویسنده و کارگردانش آقای بهمن زرین پور بود که امسال اونم از دست دادیمش. این کارا رو هم خیلی دوستشون داشتم. داوود رشیدی هم بود، خدا رحمتش کنه. همش دیگه دوره شده که باید بگیم خدا رحمتش کنه. ما مال اون دوره هر حال رفقا همون اینجوری شدن تا نوبت خودمونم در همین انقریب انجامش. به ما گفته بودن ایشون در سیبری به علت بیماری فوت کردن. سال 45 میشه 66 میلادی. اون موقع من تو تاشکند بودم. اونا آشنا زیاد دارن، سفارش که بکنن خب زودتر آزاد میشی. کاری نکردم که بخوام نگه هم دارم. پام که برسه به مرکز نهایت 1 هفته تا 10 روز بیشتر طول نمیکشه که آزادم میکنن. مطمئن باش. میشه خواهش کنم اینو برام توی جعبه بگذاری، دورشم کاغذ کادو بپیچیم، پولش هر چقدر بشه تقدیمتون میکنم. هنوز یه چیزاییش یادم مونده. قد و قواره درشتی نداشت، ولی از صبح که پا میشد تا آفتاب بره روی پا میدوید. ارث و میراثی برام باقی مونده که دست شما و خواهر من، و حالا شما میخواید اون سهم، اون حق رو به من برگردونید و من میگم باشه، قبول میکنم. پس دیگه برای چی باید شکایت کنم؟
از کی شکایت کنه؟ رازهای یک خانه کارگردانش حمید لبخنده بود و توی خونه ایم قصه ها میگذشت که این خونه در طول سالها مثلا 100 سال ساکنین مختلفی داشته و هر کدوم از این ساکنین یه قصه ای داشتن توی این خونه. مکانیه که آدم ها فرق میکنن، نه اینکه از نسل بعدی این خونه باده باشن. فروخته شده خونه به این به اون، دست به دست گشته، آدم های مختلف اومدن که تو دو تا از این دست به دست شدن های خونه من بازی داشتم. شازده فرمودن مشرف، مزین فرمودن گلوی تازه کنین، اون وقت تشریف ببرین اتاق خاصه. عرض کنید دیر وقته، اذن بدن از ساعد و سیه بنویسی. پدرم سالها مواجب گرفت از اونها، اما دوره طور دیگریه، فقطم به ما منحصر نیست. اجازه میدین همه واقعه رو بنویسم همونطور که واقع شده؟ نایب شمایید یحیی خان. شازه جهانسوز میرزا غیر اهل خانه مراودات دیگری هم داشت؟ نه، از باغ بیرون نمی رفتن، از هوای سرد خوف داشت. بمونه، من موجودی خیال بافم در حسرت عدالت، هر وقت و هر زمان. میدونم که وقت مناسبی برای اجرای عدالت نیست، اما عدالت تعطیل بردار نیست. سال پیشم باز یه سریال بود، آخرین سریالتون، تنهایی لیلا. تنهایی لیلا، بله. اونم مردم خیلی دوستش داشتن، خیلی استقبال شد ازش، خیلی خیلی زیاد. بی تو به سامان نرسم، ای سر و سامان همه تو، ای به خط این نشون. از همین الان دیگه شوهر من هیچ حرمت و عزت احترامی نداری، اینم خودت خواستی. حاج آقای معتمد ریس سفید، این نصوصا دستوردار نیست. به علی قسم که قریب کشیه، خدا قهرش میگیره ها. ببینم تو خجالت نمیکشی؟ کجا؟ لیلا اینجاست، برو ببین چی واسه تعریف میکنه. آخرین کارتونم پارسال بود دیگه، سینمایی. بله، یعنی پل خواب بودش که البته سال 93 فیلم برداری شد، 94 نشونش دادن توی جشنواره، هنوزم اکران نشده. اونم دوست دارم. آره، اونم کار خوبی شده بود. منتها من نقش گذرایی دارم، نه گذرام نیست، نقش مکمل در واقع، ولی نه اون کار خوبیه. بین تئاتر، رو صحنه، سینما، سریال، نمایشگاه تلویزیونی، رادیو، شما اگه آزاد باشین دلتون میخواد کجا وایسین کار کنین؟ تو سینما کار کنم. به عنوان بازیگر؟ به عنوان بازیگر. خیلی هم دوست. سینما رو، حضور در سینما رو بیشتر از سایر؟ بله، بله. چرا؟ چون دوستش دارم. یکی از دلایلش اینه که سینما ماندگاره، تئاتر بالاخره میمیره، ولی خب اون رسالت زنده‌ای که داره تو دوره خودش خیلی خوبه. من نمیتونم تئاتر رو بفروشم، به هر حال تعصب ماهوی دارم راجبش. فکر میکنم جواب اولم اینه که سینما، ولی تئاتر هم نمیتونم ازش بگذرم. تئاتر رو به عنوان به هر حال کارگردان
بیشتر همین کاری که الان دارم میکنم، فقط کارگردانم، بازیگر نیستم توش، ولی دوست دارم تو سینما دو تا کارگردان درجه یک ازم دعوت کنم، دو تا نقش درجه بودن، بگم ما هم یه زمانی بودیم. این توفیق رو ندارم فعلا. جسارته بگمانم اگه لباس چلگی والدتونو در بیاری مناسب تر باشه. ما که صاحب سلیقه نیستیم. خوش نیست که قضیه‌مون بیفته عقب. بالاخره ما که نوکر شماییم.